من برادر شهید دایی شهید پسر اموی شهید و پسر خاله سه شهید هستم طرف صحبت من با پاسداران بچه حیاتی ها و نیروهای امنیتیه وقتی انقلاب شد با یک پاکسازی سنگین عوامل متخصص و غیر متخصص رژیم فاسد قبلی از میان برداشتیم هنوز پا نگرفته بودیم که جنگ شروع شد پدرم گفت چه خوب که جنگ شد من نفهمیدم چرا سال 61 تا فاو رفتیم و میتونستیم بصره بزرگترین شهر عراق رو بگیریم و در موقعیت بودیم که میتونستیم جنگ رو به نفع خودمون تموم کنیم و نکردیم پدرم گفت خدا رو شکر که تموم نشد و من نفهمیدم چرا سال 63 پسرم اومد دست دادیم سال 65 برادرم که تنها 15 سال داشت در شلمچه شهید شد پدرم خدا رو شکر کرد و باز من نفهمیدم چرا سال 67 که جنگ تموم شد از پدرم پرسیدم خوشحالی؟ گفت هرچه آقا بخواد همون میشه و گفت پسرم در جنگ توقع مردم به حد اقلا میرسه و نظام نیازی نداره برای انقلابی که کرده هزینه های زیادی بده انقلاب شده بود و مردم خواستار ارائه دانشگاه بهتر اقتصاد ورزش مسائل رفاهی بهتر از رژیم قبل سیاست خارجی بهتر از اون رژیم بودند و چون متخصصی نمونده بود و بقیه رو که دست دوستی جهت کمک به ما بلند کرده بودند متخاسم و جاسوس میدونستیم این عوامر موجب شد که جنگ ولی نعمت باشه و مردم تقاضای چیزهای پیشرفته تر از رژیم قبلی نکنن اونجا بود که فهمیدم بحث نظام کاملا از بحث مردم جداست اونا نویسنده ترور کردن دانشجو زندانی کردن راننده و معلم زندانی کردن دختر و پسر رو به اسلام و به بهانه ضد دین بودن سربنیز کردند. کردن گروه دست جمعی اموال هموطنان بهایی و زرتشتی ما رو مصادره کردند همه چیز رو انحصاری کردند و به اسم حمایت از تولید داخلی محصولات بیکیفیت رو در اختیار مردم قرار میدادند که در اونا همانند خودروسازی سراسر سر فساد بود اوج برخورد حضرت آقا با این صنعت ضعیف یک جمله بود صنعت خودروسازی ما تعریف چندانی نداره در صورتی که برای جورج فلوید دو ساعت و نیم سخنرانی داشتن مدت ها سایت ایشون و تمام رسانه های وابسته وقت روی این مسئله گذاشتن دزدی ها رانت ها خود راهی آخرین سیستم سفرهای آنچنانی به سراسر سر دنیا زمین خاری ها ها خالی کردن تپه های طلا و عتیقه بردن و جنگل ها توسط سه مام جمعه استان های شمالی که هر سه تاشون کارخونه چوب و دلالی چوب دارن ساخت بانک ها ساخت برج ها و مال ها با رانت گرفتن بورسیه برای اقوام و اطرافیان نابودی طالاب ها نابودی دریاچه‌ها، ها تخریب منابع طبیعی و و و, و کارنامه فوق العاده ضعیف نظام ما تا کنون بود جوونه ما در شیعه ترین حکومت تاریخ بیدین شدن ای بچه هیتی ای امام حسینیه وقتی که مردم به این مدیریت فاجعه آمیز اعتراض میکنن تو میری جلوی اونا وای میستی و میتونم تو رو با کسایی مقایسه کنم که جلوی مظلومان کربلا ایستادن کتک زدن لگد مال کردن و به اسارت بردن امیدوارم خیلی زود حقایق رو بپذیرید شغل و موقعیت رفاهی برای تک تک شما در دولت جایگزین این حکومت قطعا وجود داره به صفحه مردم بپیوندید